چند روز پیش داشتم تو دایرکتا میچرخیدم که رسیدم به این سوال. نوشته بود حاجی چرا خدا میخواد ما رو امتحان کنه، در صورتی که خودش جواب امتحانمون رو میدونه. در نگاه اول میبینیم راست میگه ها. خدا از طرفی به همه چیز آگاهه، از گذشته و حال و آینده ما خبر داره. بارها هم خودشو به صفت علی معرفی کرده. از طرف دیگه میبینیم خدا ما انبیا 124,000 پیغمبر اهل بیت کلی فرشته رو با بهشت و جهنم درگیر کرده تا از ما امتحان بگیره. خب خدا که خودش جوابو میدونه دیگه، چه کاریه؟ ما باید به چند تا موضوع مهم جواب بدیم تا این سوال برامون حل بشه. اول امتحان یعنی چی؟ وقتی میریم سراغ کتاب لغت مثل لسان العرب میبینیم چه جالب، برخلاف تصور ما میگه امتحان فقط اون چیزی که معلم توی مدرسه ازمون میگیره نیست، بلکه وقتی شما طلا و نقره رو ذوب میکنی تا یه طلای خالص سری به دست بیاری، اونجا عرب از واژه امتحان استفاده کرده. حتی جالبتر اونجاست که وقتی پوستی رو دباغی میکنن تا نرم و قابل استفاده بشه، یا حتی وقتی دزد یا مثلا غلامی که فرار کرده رو شلاق میزنن تا ادب بشه، اونجا هم عرب از واژه مهن و امتحان استفاده کرده. حالا میدونی اینایی که گفتم یعنی چی؟ یعنی امتحان فقط برای خبردار شدن نیست، بلکه امتحان کننده میخواد به وسیله راه امتحان یه چیز مطلوبتر و بهتری رو به دست بیاره. وقتی پلیس داره دزد و شلاق میزنه، هدفش این نیست که بدونه این دزده یا نه. پلیس که میدونه این دیشب خونه کی رو خالی کرده، بلکه هدفش از شلاق زدن اینه که دزد رو اصلاح بکنه تا دیگه سراغ دزدی نره. برای همین اینجا از واژه امتحان استفاده میشه. وقتی پوست رو هم دباغی میکنن و ساعتها تحت فشاره، هدفشون این نیست که بدونن این پوسته یا نه. اونا که میدونن، بلکه هدف از دباغی کردن اینه که یه پوست نرمتر و قابل استفاده تری رو به دست بیارن و بهش برسن. برای همین اینجا واژه امتحان و مهن کاربرد داره. همینطور سنگ طلا و نقره رو ذوب میکنن، نه برای اینکه بفهمن طلاست یا نه، بلکه برای اینکه یه طلای خالصتری به دست بیارن. معلمم که از دانش آموزا آخر هر فصلی امتحان میگیره، هدفش این نیست که اطلاعات دانش آموزاشو بسنجه، فقط هدف اینه که دانش آموزا وادار بشن به درس خوندن و تو این مسیر رشد کنن. پس با این مقدماتی که ما گفتیم و از اونجایی که خدا کمال محضه، از همه چیز باخبره و جهل تو وجودش راه نداره، برای همین تو امتحان الهی باید جنبه خبر گرفتن رو کنار گذاشت. بلکه هدف از امتحان الهی به امتحان گیرنده بر نمیگرده، بلکه به مایی که امتحان شونده هستیم مربوطه. و هدف خدا از این امتحانایی که میگیره با توجه به افراد متفاوته. مثلا انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام هدف از امتحان کردن اونها اینه که وجودشون شکوفاتر بشه و درجات بالاتری رو به دست بیارن. مثلا ایوب پیغمبر علیه السلام هر نعمتی که فکرشو بکنید داشت، گله‌های متعدد از گوسفندان، زمین‌ها و باغ‌های زراعی سرسبز رو پر از میوه، محصولات کشاورزی و چشمه‌های روون و پسرای تنومندی که آرزوی هر پدری داشتن همچین پسرایی. ایوب نبی هم به خاطر داشتن این نعمت‌ها خدا رو شکر می‌کرد، دست فقیر فقرا رو هم می‌گرفت و سفره اطعام برپا می‌کرد. شیطان به خدا گفت این که ایوب رو می‌بینی که سپاسگوی توئه و نعمت‌هات رو شکر می‌کنه، به خاطر اینه که سختی ندیده. اگه تو عذاب و گرفتاری باشه و امتحان سختی داشته باشه، میبینی که زبان تشکرش هم بسته میشه. خدای متعال هم برای اینکه به شیطان بفهمونه که ایوب اگر تشکر میکنه و عبادت میکنه به خاطر نعمتهاش نیست، حتی اگه تو گرفتاری هم باشه بازم دلش به خدا گرمه، برای همین همه نعمتهای ایوب رو ازش گرفت. همه گوسفنداش تلف شدن، گله گله از شترها و گاوهاش مردن، همه زمینهای زراعیش آفت زد و از بین رفت، حتی پسرای ایوب پیغمبر هم زیر آوار موندن و همشون مردن. همه این امتحانها یه طرف، بیماری اومد سراغ ایوب پیغمبر که بعضیا نقل میکنن بدن ایوب نبی کرم افتاده بود. بله، آدمای با عظمت و بزرگ امتحانای عظیم و سختی هم دارن، که اگه میخواید داستان ایوب نبی با اون امتحانهای الهی سخت رو به صورت کامل بشنوید، از لینک بالا میتونید ویدیوشو تماشا کنید. تو کتاب کشف القمه نقله که امام سجاد علیه السلام یه روزی چند تا مهمون داشتن، خادم خونه هم تو تنور خونه داشت غذا درست میکرد. اومد سیخ کباب رو از تو تنور بیرون بیاره، حواسش نبود از دستش افتاد. بچه کوچیک که امام سجاد علیه السلام هم همون پایین بود، این سیخ خورد به سر بچه امام سجاد و همونجا از دنیا رفت. امام سجاد علیه السلام وقتی این خبر رو بهشون دادن، با عجله از خونه اومدن بیرون، دیدن جنازه بیجون بچهشون کنار تنور افتاده. یه همچین امتحان سختی. اما امام سجاد رو کردن به همون غلامی که باعث مرگ بچه شد، حضرت فرمودن انت حر لوجه الله، من تو رو برای خدا آزاد کردم، چون تو حواست نبوده،
عمدی که این کار رو نکردی. خدا هم میخواسته منو امتحان بکنه، من آزادت کردم. این امتحان اولیاء الهیه، اما امتحان برای مؤمنین و مسلمونا برای اینه که شرک های خفی و مخفی که تو وجودشون هست پاک بشه و وجودشون خالص‌تر بشه. اما امتحان الهی برای عده‌ای که اهل گناه و معصیت تو دنیا هستن هم به عنوان تنبیه و مجازات اونهاست. اما نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خدای متعال با اینکه میدونه مؤمنین و اولیاء الهی در مقابل امتحان خدا اعتراضی نمی‌کنن و تمام تلاششون رو می‌کنن که تو این امتحان سربلند بیرون بیان، اما بازم خدا از اونها امتحان می‌گیره تا درجات اونها رو بالاتر ببره. پس امتحان خدا همیشه از سر لطف خداست و اگه کسی اومد خودشو در مقابل این امتحان قرار داد و موضع‌گیری منفی کرد، اون وقته که امتحان باعث شکستش میشه. دقیقا مثل کسی که اگه تو امتحان مدرسه شرکت بکنه و قبول بشه به کلاس بالاتری میره و رشد پیدا میکنه تو این مسیر. ولی اگه کسی سر جلسه امتحان حاضر نشه یا عمدن جواب سوالا رو نده یا از قبل برای امتحان نخونه و خودشو آماده نکنه، واضحه که همین امتحانی که دیگران باهاش رشد کردن باعث سقوط این فرد میشه. اما بجز رشد پیدا کردن با امتحان الهی، یه هدف دیگه ای همیشه براش تصور کرد، اونم اتمام حجته. یعنی میخوان یه چیزی رو به امتحان شونده که ما باشیم ثابت بکنه. مثلا یه معلمی در طی سال تحصیلی با دانش آموزای کلاسش کار کرده و کامل و خوب هم میدونه که کدوم از اینا درس خونه، کدومشون تنبله. معلم دقیقاً میدونه که کدومی که از اینا سال دیگه قبول میشه چون درسشو خونده. حتی با همین شناختی که معلم داره به صورت دقیق میتونه نمره های اونا رو مشخص بکنه و نتیجه بگیره که کدومی که از اینا به کلاس بالاتر برن، کدومشون رفوزه بشن. اما اگه معلم این کارو انجام بده و امتحان نگیره، قطعاً یه عده میان اعتراض میکنن، میگن آقا اگه ما امتحان میدادیم 20 میشدیم. برای همین معلم از همه دانش آموزا امتحان میگیره تا به خود اونها نشون بده که تو سال تحصیلی تلاش کردن یا نه. قرآن کریم هم تو آیه های متعددی دقیقاً به همین موضوع ما اشاره میکنه. مثلا سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 31 خدای متعال میفرماد ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. ما همه شما رو قطعا آزمایش میکنیم تا معلوم بشه که مجاهدین واقعی و صابرین از میان شما چه کسایی هستن. جمله حتی نعلم المجاهدین منکم تو این آیه به این معنی نیست که خدا امتحان میگیره تا براش مشخص بشه چون خبر نداره. نه، منظور اینه که علم الهی تحقق خارجی پیدا کنه و خدا میخواد حقیقت اشخاص رو به خودشون نشون بده تا بعدا نیان اعتراض بکنن که بگن خدایا اگه از ما امتحان میگرفتی ما هم کار خیر میکردیم و گناه نمیکردیم. در حقیقت امتحانهای خدا همون سنتهای الهی هستن که هستی بر اساس اونها چیده شده و این سنتها به گونه تنظیم شده که آدم مطابق اونها رشد پیدا کنه. اگر کسی با این قانون خدا که همه قرار امتحان بشن همسو شد و اونا رو به نفع خودش دونست و همه فکر و ذکرش این بود که از امتحانهای الهی سربلند بیرون بیاد، معلومه که به کمال میرسه. و الا اگر بخواد برعکس این مسیر حرکت بکنه، قطعا باعث سقوطش میشه. خدای متعال تو قرآن میفرماد قطعا همه شما رو با چیزی از ترس، گرسنگی، کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان، آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می‌رسد می‌گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. اینها همان کسانی هستند که لطف خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. پس پازل زندگی دنیا بر اساس امتحان چیده شده و جالبه بدونید خدایی که 6000 سال داره بنده هاشو امتحان میکنه هیچ وقت قرار نیست این سنت الهی رو عوض کنه، حتی بعد از کشته شدن شیطان و لشکر ابلیس. تو بعضی از روایات اومده که شیطان به مرگ طبیعی از دنیا نمیره بلکه اونو میکشن. مثلا از امام صادق علیه السلام روایته که بعد از ظهور آقا امام زمان علیه السلام شاید تو مسجد کوفه ابلیس میاد و حضرت ابلیس رو میکشن و به درک واصل میکنن. البته تو بعضی از روایت ها هم داریم که شیطان زمان رجعت اهل بیت و پیغمبر روی صخره بیت المقدس به دست آقا رسول خدا به درک واصل میشه. بعد از اینکه شیطان کشته میشه، جهان یه مقدار عدالت رو بیشتر به خودش میبینه و زد و خورده ها و جنگ و دعواها قطعا کمتر میشه. اما این به این معنی نیست که خدا دیگه قرار نیست کسی رو امتحان بکنه و همه بهشتیان و کسی اون موقع گناه نمیکنه. پس بعد از کشته شدن شیطان هم هنوز امتحانهای الهی وجود داره و خدا قرار نیست این سنت الهی رو عوض کنه.
و انسان باید بدونه که امتحانهای الهی مثل امتحانهای دنیا نیستن که آخر هر ترم باشن. لحظه لحظه زندگی امتحانه. خوردن انسان، خوابیدن، حرف زدنش، بادی که میوزه، بارونی که میباره، خشکسالی‌ها، ارزونی‌ها، گرونی‌ها، سلامتی و مریضی، خوش قیافه بودن، بد قیافه بودن، حتی مرد و زن بودن، همه ابزاری برای امتحان الهی‌اند. برای همین آدم تا زمان وارد شدن به برزخ لحظه‌ای فارغ از امتحان نیست. و ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، چون همونطوری که مرگ عزیزان، فقر، ناخوشی و مریضی قطع عضو میتونه امتحان الهی باشه، برعکس اون زنده بودن عزیزانمون، پولداری، سلامتی و باقی بودن اعضا و سالم بودن اعضای بدنمون هم میتونه امتحان الهی باشه. و اتفاقا چه بسا افرادی که تو مدل دوم امتحان میشن تعداد مردودی هاشون خیلی بیشتر باشه از افرادی که با مدل اول امتحان میشن. چون وقتی کسی یه مشکلی براش پیش بیاد، یه کسی از عزیزانش فوت بکنه، مریض بشه، خودشو کوچیک میبینه، دست به دامن خدا میشه و دعا میکنه و تو این گرفتاری و مشکل و امتحان الهی کسی جز خدا رو دور و بر خودش نمیبینه. اما وقتی که کسی همه چیز داشت، نعمتها همه بهش رسید، همه عزیزانش سالم بودن، سلامت بود، پولدار بود و هیچ مرضی نداشت، اونجاست که غرور ممکنه بگیره و همه اینها رو از طرف خودش ببینه نه خدا. برای همینه که خدای متعال تو قرآن میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، بنده های کمی از بنده های من هستن که شکر گذار باشن. و در آخر شما مگر میخواید جواب اون شبهه که میگن امام خمینی رابطه جنسی با طفل شیرخواره رو جایز دونسته ببینید، حتما این ویدیو رو تماشا کنید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.